در ادامه واکنش آب از ساخت فیلم آمریکایی که گفته می شود شماره از یهودیان آمریکایی تبار آن را ساختند و در آن به پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اعانت صورت گرفته است. مجلس نمایندگان روز شنبه با صدور قطعنامه چهارمادهی از ایالات متحده آمریکا درخواست کرد افرادی را که در ساخت این فیلم دخیلند به زودی محاکمه کند. مجلس نمایندگان در این قطعنامه همچنان از سازمان ملل متحد خواسته است که از نفوذ خود برای محاکمه این افراد استفاده کند. در قطعنامه مجلس نمایندگان از حکومت خواسته شده است تا هر چه زودتر جلسه اضطراری عرصه قوا را تشکیل داده و موقف رسمی را در این مورد اتخاذ کند. مجلس نمایندگان از شهروندان کشور خواسته است هنگام ابراز احساسات مذهبی خود از خشونت کار نگیرند. از جامعه بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد به عنوان مسئول و تطبیق کننده کنوانسیون‌های بین‌المللی کشورهای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا همه امکانات خیش را جهت محاکمه و اجرای امور جزایی این جنایت نابخشودنی را اعمال نماید. از مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توقع می داریم تا جلسه اضطراری مشترک سران سه قوا را دائر و موضع رسمی و مؤثر دولت جمهوری اسلامی افغانستان را طور جدی از آن طریق اتخاذ و روان مردم مسلمان جهان و افغانستان را تسلی بخشند. در همین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان ساخت این فیلم را در مخالفت با کنوانسیون های بین المللی خوانده تاکید کردند که این گونه موارد سبب افزایش خشونت در سراسر جهان می شود. اعضای مجلس نمایندگان ساخت این فیلم را اعانت به پیامبر اسلام و عفت مسلمانان دانسته و خوانان شدند تا پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا به حالت تعلیق درآید. در کنوانسیون های بین المللی هم اقدام های را که موجب تبعیض یا دشمنی و خشونت میشه ایر ممنوع قرار داده. توضیح بده که باید قبل قدرت این گونه میخواه پیمان استراتژیک امضا کنه و تمام باورهای ما مورد سوال قرار میگیره. چی در مقابل مردم افغانستان چی جواب داره؟ بس با توجه به این مسئله و برای اعمال فشار پیشتر قرارداد استراتژیک با آمریکا به حال تعلیق در بیاد یا ملغا شود. رئیس مجلس نمایندگان گفت در تماس با رئیس جمهوری کشور از وی درخواست میکند تا جلسه عرصه قوای کشور را برای بررسی و واکنش رسمی دولت و مردم افغانستان تشکیل دهد. از امروز ما همراه رئیس جمهور تماس میگیریم تا این جلسه اضطراری را در قبال این موضوع بسیار مهم داشته باشیم. پیش از این ریاست جمهوری کشور با نشر اعلامیه ساخت این فیلم را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و از ایالات متحده آمریکا خواسته بود عاملان این رویداد را با محاکمه بکشاند.